به نام خداوند پاک و بی‌نیاز، سلام خدمت همگی شما هموطنان عزیز ما. انشالله امروز روز پرسعادت، پر از خوشبختی و سلامتی به تک تک شما افغانان عزیز در افغانستان و بیرون از افغانستان باشه. آرزوی صحتمندی شما را داریم و ما و صمیم جان هم در برنامه آدینه روز در کنار شما هستیم. صبح بخیر. سلام بر سحر گرامی، سلام بر تمام شما بیننده های عزیز خوب تلویزیون طلوع و علاقمندان آدینه روز. ما با شما هستیم در آدینه روز، ما و سحر جان، و کم کم بوی بهارم به ما شام میرسه. بله. و بعد از رمضان شریف هم که جاله دیروز بخیر گذشت؟ بخیر گذشت. یک شیشه چند موتر شکستانده بودن. خدا میفهم از دوستای ما که شیشه موترشان عوارض کرده بود، از دو نفر شکسته بود. بسیار دانای کلان کلان داشت. کلگه هراس ازی داشت که شگوفه هایی که در درخت است و قرار است که او حاصلات به ته اینیا از بین میره و دعا میکردن که انشالله حاصلات از بین نره، که خدا کنه که اما تو یک چیزی باشه و بتونیم امسال سال پرباری داشته باشیم. و دعا را فراموش نکنید، شما هم نیایشتان داشته باشین که خوشبختی در افغانستان بیایه و خیر امسال با بهاری که امسال قرار است که شروع بکنیم چند وقت بعد. جاله را که دیدم احتمال خاطر مردم دنیا بودن چطور افغانی زنده هستند. هر بلایی که باشه قدر سرسخت هستیم که جاله اصلا دیگه تاثیرش نداره. خب شکر خدا، بریم به سمت جایگاه و یک مهمان عزیزم داریم سحر جان. بله، مهمان عزیز ما آقای حفیظالله نیرو، مربی رشته های رسمی در بلخ. بله. و همچنان هنرپیشه و مشهور به بویکای افغانستان. سلام بر شما استاد. سلام. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ صحت من چیال چیال. خیرتی؟ بخیر باشید. بخیر. سلامتی؟ قربان شما. امروز ما استاد را در بخش آشپزی داریم و ببینیم که یک ورزشکار چگونه صبحانه را آماده می‌سازه. من قدر در قصه آشپزی امروز نیستم. سویم امروز دلش جمع است، شکمش سیر است، به من خاطر میگه که قدر در قصه شده، اما ما دیگه شکم ما پر نیست که سویم صبحانه خورده، ما هنوز صبحانه نخوردیم. خب استاد چطور هستین؟ شکر بخیر باشین. کارایتون چطور میگذره در بلخ؟ زنده و سلامت باشین. کاربار در بلخ، خب کاربار در بلخ است، از بلخ هستیم. واه. نه که خدا بلخی حساب بکنیم، ما مربوط به تمام ملت افغانستان میشیم. خوش هستیم که در کنار شما در برنامه آدینه روز هستیم. صبح همه هموطنا بخیر، صبح شما بخیر. خیلی خوب استاد، چی آمادگی گرفتین و چی پخته میکنین امروز به صبحانه؟ و یک ورزشکار به صبحانه باید چی بخوره؟ امور آماده بسید. یک ورزشکار در صبحانه خوب چیزایی که به بدنش مفید است باید استفاده بکنه. امروز یک کرایی تخم جور میکنیم. کرایی تخم. خب بفرمایید کارتون شروع کنین. خب ما شما مربی فری فایت هستین، رشته های آزاد یا دو تمام رشته های آزاد که هست؟ من مدت 17 سال میشه که در رشته های رزمی هستم، در 4-5 رشته البته کار کردیم. بله. ترنر بودیم و در این اواخر در سازمان اف سی تغییر رشته کردیم. بله. تحت استاد باز محمد مبارز. بله. دومین قفس ام ام ای را در زون شمال در بلخ ما جا گودون ساختیم. امی رشته های آزاد هم فدراسیون داره، در حالی که یک رشته تجارتی است و فدراسیون در هیچ جای دنیا نداره، در افغانستان داره. باز محمد مبارز هم خودشون رئیس فدراسیون میدانند، درست؟ رئیس ندارن، گرچه در افغانستان خود رئیس فدراسیون میدانند. نال ما بعض موضوعات است، بیمانیم با بزرگا، همین قضاوت خودم نمی کنم. راستی دیشب مسابقه عبدالعظیم بدخشی برگزار شد در برابر حریف آذربایجانیش و در راند دوم نکاوتش کرد، مرد نکاوتی افغانستان. و تبریک بر تمام علاقمندان عبدالعظیم بدخشی و بر خود عظیم بدخشی. امیدوار هستم که در دیگر مسابقات خود نیست به پیروزی برسه و به کامیابی های بیشتر دست پیدا کنه. دیدین شما مسابقه از بله بدخشی؟ بله، واقعا افتخار بزرگ به ملت افغانستان است. ما خودم یکی از علاقمندای عظیم بدخشی هستم، واقعا یک جوان پرتلاش و زحمتکش. خوب نکاوت کرد. بسیار فایت خوب کردن. یعنی اون نکاوت ها معمولی می باشه در فایت، فری فایت. خوب گرچه کسی که استعداد داشته باشه زحمت بکشه مثل عظیم بدخشی اوقدر ساده هم نیست، باید تلاش بکنی، زحمت بکشی، در هر کاری که باشی عرق ریزی زیاد بکنی، پشت کار داشته باشی تا یک دستاورد خوب داشته باشی با وطن خود، نمچنان در داخل قفس زحمت کشیدن، نکاوت کردن، وقت فایت بهترین فایت مسابقه هم فایت بود. بسیار خوب. مسابقات اندرکارت خونه بود؟ نه نه، مسابقات نیمه، مسابقه نیمه مرکزی بود. بله بله بله.
در بحرین مسابقه بله کرد. بله در بحرین. عبدالعظیم بدخشی و به پیروزی رسید. تبریک باشه بر عظیم بدخشی و استاد. در مزار شریف علاقمندی بچه‌ها و جوانات چگونه است با رشته های رسمی؟ فعلا کلگی زیاد پشت فری فایت و ام ام ای را گرفته. در سراسر افغانستان چی در سراسر جهان فعلا رشته ام ام ای مبارزات آزاد علاقمندی خواست مردم دارند، بسیار کار میکنن ورزشکارای جهان، بلخصوص در افغانستان همه علاقمندی پیدا کردن در اواخر نسبت به دیگر رشته های رسمی. در بلخ همچنان هم تو رشته ام ام ای زیاد رشد کرده. با وجود از اینکه یک رشته تجارتی است، بازم جوان ها زیاد به بله به خاطر از اینکه یگانه رشته ای است که زودتر میتونه یک جوان استعداد خود به تصویر بکشه. بله، اگر پولونی نشد جیجیتسو، اگر جیجیتسو نشد کنفو، اگر کنفو نشد تکواندو، تکواندو نشد پولونی. بله. خب باب روغن پرت میره چی بکنی؟ باکس کم کم شما باید کم کم همکاری شما باشد. خواه یا روغن است اینجا. روغن است اینجا، درست. روغن پرت. خب چطور؟ من چای گفته شب نکردم. نه روغن است، چای نیست. خب روغن کم داغ شوه. جان روغن کم داغ شوه دیگه. تو وقت اجازه است که شما کارتان به راحتی انجام بدین. شب مسابقه بدخشی رو خنه دیدین؟ نه متاسفانه نتونستم دیدم. مسابقه شب بارسلونا رو دیدی با پی اس جی؟ نه خواهیم جایم. ببخشید که ما دیگه وقدر واقعیت در خانه هستم، آشپزی نمی کنیم که یکان که دوستا یکان وقت که می باشیم دیگه یکان چیز یکا جور می کنیم. کم ما و کرم شما. خیر استاد گفه نیست دیگه. شما معمولا در بیرون مصرف می باشیم؟ در بیرون من در زمین نزدیک ترینر کلب داری دارم، در فیلم ها بازی می کنم، یکان اعلاناتارش کار می کنم که هنرپیشه سینما هم هستم. بله، من اگه آن روز که در خانه خود ایلا میکنم باز میگم برین شما بشین نپخته میکنم من. باز میارم دو قطی لوبیا چی رو میارم قطی را کنسر لوبیا میارم ور دروغن سرخ میکنم میارم میمینم کار آسان پیدا کردین اونمو خوب است. اگه برفهمان مردا که در خانه آشپزی میکنن باز او لوبیا سرشم یک ذره تخم مندازن یا یک ذره مساله یا باز تو میگه چی یک آشپزی از او لوبیا کرد اگه زیاد خرچه کنم باز یک چهار دانه تخم مانده سرش. خب این کچالو کتی رومی اما تو انداخته میشه در روغن یا؟ بله اول تخم اول کچالو را میاندازیم. باز چقدر وقت میشه در کابل هستیم؟ چطور خوب شد در کابل بودین استاد که ما خودتان در برنامه داشتیم؟ ما قبلا هم در کابل بودم، آمده بودم بعضی برنامه داشتیم. فعلا کار داشتیم، در ضمن کاری که باز دعوت کردن دوستا. بله. بلکه جهان سپاس است شبکه جهانی تلویزیون طلوع. سلامت باشید شما. که ما فعلا دیگه در حضور شما قرار دارم. استاد اینال در مورد بویکا هم به ما بگو کمه و بر بیننده عزیزم که بویکا چی کسی است. خب این که ما نگفتیم که دائما 100% باید طرفدار بویکا بوده باشیم، که اسکات اتکینز اصلا نام یوری بویکا که در فیلمای خارجی کار میکنه سینما. هنرپیشه هالیوود است. بله بله هالیوود است. یک هنرپیشه موفق است، استعدادش قابل قدر است. ما دوست دارم قهرمانا و اکتورای دنیا را، انسان های با استعداد و کلگی دوست داره. ما حفیظ الله نیرو هستم، مشهور به بویک افغانستان لقب مردم داده. دوست دادن و خود ما ملاقمندی داشتیم. بله. کار کردیم و خود تانا ملاقمندی داشتیم دیگه که لقب داشتیم. بله بله ملاقمندی خودمان بوده دیگه. ما شکر الحمدلله کشور اسلامی زندگی میکنیم، افتخارات به ملت خود ما هستیم. میشه از سینما هم کمی صحبت بکنیم؟ در کدام نقشا خود راحت احساس میکنین؟ کدام نقشا را بیشتر داشتین تا فعلا؟ من 10 سال میشه در سینما هستم، در 6 فیلم نقش بازی کردیم. زیادتر من همیشه در فیلم های نقش های فایت بوده، نقش های مبارزه بوده، خود راحت احساس کردیم. و 3 فیلم داریم، انقریب زودتر بخیر به سال نو افتتاح میشه. کوشش میکنم که همیشه در فیلم ها به نقش خشن فایتر ظاهر شم. بله. خب داغ شده باشه فکر کجا رسید آشپزی؟ یک آه اینه کم کم ببخشین دیگه که ببینیم که چی میشه. توکل به خدا. خیر عجله نکنید، اگر کار ادامه پیدا کرد کار آشپزی باز استاد با ما هست. بله. ما میمون های عزیز دیگر هم داریم در بخش های مختلف، منتظر ما باشیم.
پایی یا کاشوق بگیریم. ما از کاشوق استفاده میکنیم. جانا. بایی خوبتر است که چی هم نمیشه نه؟ خواهد. یک رقم خط خط نمیشه. درست. کرایی. خودتان چطور هستین در خوراک؟ و چی چیزها دوست دارین؟ مردم های بلخ بسیار خوراک خوب دارن. من نام خدا دیگه در خوراک از لحاظ صحیح نی از لحاظ ما قابلی ازبکی بازو تو یک چرب منبع روغن زغر است چی زغر و کنجد من در خوراک نام خدا خوب هستم به خاطر که روزانه 2 ساعت 2 نیم ساعت تمرین دارم هم در ضمن اینکه کارا تریندری میکنم و رزمی هم تمرین میکنم جدا از این رشته جیم هم کار میکنم در جای جیم هم کار هستم با شاگردا باز اگر خوراک کنیم ورزش کنیم مشکل نیست نه مشکل نیست مشکل ماستم خود طبعا که خوراک میکنی ورزش نمیکنی خود طبعا اگر خوراک کنی استراحت بکنی همه تکلیف هضمی پیدا میشه بله اما چرا مردم جهان دوست دارن تو خوراک کنن استراحت کنن کاش که ورزش به مانند استراحت مزه دار میساخت ورزش هم خوشایند است اگه عادت داشته باشی تمیم یک چند وقت اگه آدم ورزش کنه باز عادت میشه بله آولا این گپ هست عادت میشه خب گاهی وقت شام نمی باشه یا تنبلی خود آدم هم باعث میشه که از ورزش دور باشه وقت پیدا اما در مجموع ورزش بهترین چیز است بجایی که مثلا همون پای مادم مثلا یک 10 دقیقه شد به ورزش اختصاص بده میریم خواه میکنیم ورزش خوب زامن صحت و سلامتی است همه میفهمن ورزش باعث میشه که همیشه صحتمند باشی سرحال باشی جوان باشی خوبتر زندگی بکنی ما یک شعار داریم سرجان ما و قیصری خب میگیم اگر یک چیز مورد نیاز شما بود و او وسیله دور از دسترس شما باشد دیگه شما به او نیاز ندارید در نهایت تنبلی که باشه بازم تیه گفت میزنیم اگر وقتی میباشیم باز میگیم چای میخوری؟ والا چای میخوریم والا دور از درمیز بنیم نه خیلی نمیگوری خیلی سایی خوب است خوب است ورزش کار است ورزش خوب است نه یکم شو میکنم یکی بیادر از هزار لحاظ نفهمیده چی دیگه؟ شما رو نگفتم خب کلاب دارین استاد کلاب پرورش اندام و دیگر رشته‌های رسمی دو کلاب از جداگانه یا یک کلاب تامین میکنم؟ من اصلا دی 3-4 سال میشه که تغییر رشته کردم به سازمان ایفسی بله باز فعلا ترینر رشته سازمان ایفسی هستم و در جیم هم همکاری داریم با شاگردا من خودم زیادتر سر بدن خودم کار میکنم با شاگردا هم کار هست بسیار ورزشکارا بیشتر بعد از اینکه ورزش انجام بدن چی نوش جان میکنن؟ ورزشکارا بعد از اینکه ورزش انجام میتن معمولا چی می نوشن چی می خورن خب ورزشکارا طبعا خوراکش با دیگر کسایی که ورزش نمیکنن تفاوت داره و تفاوت باید داشته باشه کم چرب باشه بعضی اوقات یگان مسائل میمونی میشه خب مشکل نداره برای یک بار یکی کم چرب باشه از خوراک باید استفاده مواد پروتئین دار داشته باشه بله خوراک باید استفاده کنن که انرژیزا باشه پروتئین دار باشه مثلا شیر تخم کیله جوز سیب بله لوبیا نخود چیزا باید استفاده بکنن انرژیزا گفتن یک کار خودم یادم اومد یکی از شربتک هاست انرژیزا است خب او در 15 دقیقه اول کلا گیر گنگس میکنه او روز ما فوتسال داشتیم رفتم به بچه ها دادم پیش از کلشان در میدان بودن در 15 دقیقه اول 4 گل خورد کلا گیر گنگس شده بود همین اشتباه از من سر کردم همینجا اعتراف کردم ببخشید که کرایی ما مثلا از پیاز استفاده نکردیم بله خب باشه یا خوب است خوب است بد نیست خب عزیزا ما وقفه میگیریم پس از وقفه مهمانان عزیز دیگر هم با ما هستند و کار استاد در آشپزی ادامه داره و ببینیم که به ما و مهمان ما چی آماده میکنند چقدر مزه‌دار خواهد بود وقفه داریم و پس از وقفه آدینه روز را نگاه میکنین شما